قسمت 13. وقتی پریمهر از جا بلند شد و به آشپزخونه رفت، او هم فرصت و مناسب دید و پشت سرش وارد آشپزخونه شد. حالا دیگه اشک از چشماش جوشیدن گرفته بود و گونه‌هاشو بارونی می‌کرد. به دیوار تکیه داد و آروم و سبک گریست. پریمهر با تعجب به طرفش اومد و دست‌هاشو گرفت و پرسید: چی شده عزیزم؟ پریوش هیچی نگفت. پریمهر رو روی یک صندلی نشوند. سوال بیموردی پرسیده بود. خودش خیلی خوب علتش رو میدونست. پریوش هنوز هم به سیاوش فکر میکرد. کنارش نشست و دستش رو روی دستای لرزان اون گذاشت و گفت: پریوش خوبم، آروم باش، انقدر خودتو عذاب نده. پریوش گفت: دیگه دارم از پادر میام خاله جون، خسته شدم. بی‌محابا اشک می‌ریخت و صداش مرتعش بود. پریمهر گفت: عزیزم، تو باید زندگی کنی. باید به آینده امیدوار باشی. پریوش گفت: کدوم آینده؟ با کدوم عشق؟ آینده من تاریک و سیاهه. ستاره هم به اون دو نفر پیوست. پریوش رو در آغوش کشید و با ابراز همدردی همراهش گریست. اون شب رو به یاد آورد که پس از اتمام جشن نامزدی، وقتی تنها شده بودن، پریوش اقرار کرده بود که نمیتونه سیاوش رو فراموش کنه و حالا ستاره مطمئن بود که هنوز هم همون احساس رو داره. چقدر اینجور زندگی کردن عذاب آوره. بیچاره پریوش عذابی میکشید. حالش رو درک میکرد و براش دل میسوزوند. اما به غیر از در آغوش فشردن اون و همراهش گریستن، چی کار میتونست براش انجام بده؟ این دلسوزی چه نفعی به حال اون داشت؟ عقده های قدیمی سرباز کرده بودن و پریوش هرچی میکوشید نمیتونست آروم بگیره. سیاوش فنجون ها رو جمع کرد و برای آوردن چای به آشپزخونه رفت. اما همین که قدم به آشپزخونه گذاشت و اون سه نفر رو در حال گریستن دید، پاهاش سست شد. سیاوش گفت: پریوش، چرا گریه میکنی؟ زندگی تو دوست نداری؟ من باعث رنج و عذابتم؟ اینا سوالاتی بودن که مرتب توی ذهنش تکرار می شدن. ستار از جا بلند شد، اشکاش رو پاک کرد و به سوی برادرش اومد. در آشپزخونه رو بست و فنجون ها رو از اون گرفت. سیاوش جلوتر اومد و با اندوه پرسید: چی شده؟ اما پاسخی نشنید. کنار پریوش نشست و نگاه نگرانش رو به چشمان غمگین اون دوخت و پرسید: من باعث شدم که... پریوش نذاش اون جملهش رو به پایان برسونه. به علامت منفی سر تکون داد و گفت: نه نه، هیچ نشده. سیاوش گفت: پس چرا گریه میکنی؟ پریوش گفت: دلتنگی، شایدم دیوونه شدم. سیاوش گفت: من فکر میکنم تو اونقدر سرحال نیستی. پریوش گفت: نه نه، خوبم. و بعد اشکاشو از صورتش پاک کرد و برای عوض کردن حال و هوا پرسید: تابستون درس تموم میشه؟ سیاوش سری جنبوند و گفت: آره، تو چی؟ دو سال دیگه هم داری نه؟ پریوش گفت: آره، حالا دیگه عاشق درس و تحصیل شدم. عاشق درس نبود، بلکه درس خوندن تنها سرگرمی شده بود و اون رو از اندیشیدن به دیگر چیزها باز می‌داشت. سیاوش لبخند زد و گفت: خیلی خوبه. دیگه حرفی زده نشد. ستاره دو فنجون چای ریخت و سینی رو به دست سیاوش داد. سیاوش از آشپزخونه خارج شد و پریوش هم پس از شستن صورتش همراه ستاره و پریمهر به سالن برگشت. شهاب با یک نگاه فهمید که اون گریه کرده. به دیدن این چهره گریان عادت داشت. اما الان چرا باید گریه میکرد؟ آیا دلیل گریه کردن اون با سیاوش ارتباط داره؟ پریوش پس از نوشیدن چای ازش پرسید: شهاب، زحمتو کم نمی کنیم؟ مسعود مخالفت کرد و پرسید: کجا؟ باید شام بمونین پیش ما. پریوش لبخند زد و گفت: متشکرم عمو جون، اما خیلی کار دارم. و بعد از جا بلند شد. به سوی آیدا اومد و صورتش رو بوسید و پس از خداحافظی با سایرین به همراه شهاب منزل مسعود رو ترک کرد. وقتی در اتومبیل قرار گرفتن، آهی عمیق کشید و به پشتی صندلی تکیه داد. شهاب به جای حرکت کردن به اون چشم دوخت و پرسید:
چی شده پریوش؟ اون سر تکون داد و گفت هیچی. شهاب گفت چرا گریه کردی؟ پریوش پاسخی به سوالش نداد و چشماشو بست. شهاب پرسید ربطی به سیاوش داره؟ پریوش یکی خورد، چشم گشود و به شهاب نگاه کرد. از چشمان اون عشق و التماس میبارید. دلش به حال اون سوخت، اما چی میتونست بگه؟ شهاب گفت جوابمو نمیدی پریوش؟ پریوش گفت نه، ربطی نداره، ممکنه منو برسونی خونه، خیلی خستم. شهاب شک داشت که پریوش راست گفته باشه. با این حال کمی آروم تر شد، اتومبیل رو روشن کرد و بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه به راه افتاد. شهلا با خوشحالی از پریوش استقبال کرد. در مدت 3 ماهی که نامزدی اون و شهاب میگذشت، این اولین بار بود که تنها بدون دعوت به خونه اونها میومد. پریوش گفت شهاب کجاست مادر؟ شهلا گفت تو اتاقشه. پریوش گفت من میتونم برم پیشش؟ شهلا گفت البته عزیزم. پریوش گفت متشکرم و به سوی اتاق شهاب راه افتاد. چند ضربه به در زد و بعد صدای شهاب به گوش رسید که گفت بیا تو. در رو باز کرد و برای اولین بار پا به درون اتاق اون گذاشت. شهاب متعجب از دیدن پریوش از پشت میز بیرون اومد و گفت خدای من چی دارم میبینم؟ پریوش گفت سلام. شهاب گفت سلام خانم، خوش اومدی. هنوز هم نمیتونست اومدن اون رو باور کنه. دل پریوش به حال اون میسوخت. شهاب که به سردی اون عادت داشت هیچی نگفت و پرسید امروز آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ پریوش گفت از جای همیشگی، میخوام باهات صحبت کنم. شهاب گفت خب بفرما. پریوش گفت اینجا که نه، بریم بیرون، یه جای دنج و خلوت. شهاب گفت هر طوری که دوست داری. به طور محسوسی خوشحال شده بود، اما بیچاره نمیدونست که چی در انتظارشه. وقتی به سالن اومدن، شهلا با دیدن اونها که آماده خروج از خونه بودن پرسید کجا میرید؟ شهاب لبخند زد و گفت هواخوری، شاید هم کمی تفریح. شهلا با درک حالشون سری تکون داد و گفت من برای شام منتظرتونم. با اینکه از رفتار گنگ این دختر چند بار آزرده شده بود، اما هنوز هم بی نهایت دوستش داشت و اون رو همسری شایسته برای تنها پسرش می دونست. پریوش با رد دعوت اون گفت متشکرم مامان، اما باور کنید خیلی کار دارم، منو ببخشید. شهلا نمیخواست اون رو تحت فشار قرار بده. همین که خودش به اینجا اومده بود پیشرفت بزرگی به حساب میومد و نمیخواست با اصرارش اون رو برنجونه. به همین علت تبسمی کرد و گفت اب نداره دخترم، انشالله یه وقت دیگه. اما بیچاره خبر نداشت که دفعه بعدی در کار نیست. پریوش لبخندی کم رنگ به لب آورد و پس از خداحافظی با اون به همراه شهاب خونه رو ترک کردن. شهاب رو به پریوش که مقابلش نشسته بود کرد و گفت من هنوز نمیدونم که تو چی دوست داری تا برات سفارش بدم. پریوش لبخند زد و گفت بستنی. بستنی رو از همه چی بیشتر دوست دارم. شهاب خندید و گفت پس زنده باد بستنی. و رو به گارسون کرد و گفت 2 تا بستنی میوه ای لطفاً. باز هم به پریوش چشم دوخت. امروز رو روز شانس به حساب می آورد و از این رفتار غیر منتظری پریوش بی نهایت خوشحال بود. این دختر با تمام پیچیدگی های روحی و اخلاقیش بسیار خواستنی بود و شهاب کاملا شیفته و مجذوب اون شده بود. هنگامی که شروع به خوردن کردن شهاب گفت از امروز منم عاشق بستنیم. پریوش لبخند زد و هیچی نگفت. شهاب گفت پریوش میدونی چقدر دوستت دارم؟ بیریا و صادقانه حرف میزد، اما پریوش چی باید میگفت؟ باید میگفت که اون رو دوست نداره؟ از این فکر بدش اومد، اما حقیقت جز این نبود. میلی برای خوردن نداشت و با بستنیش بازی میکرد. چهرش آروم آروم غمگین و در خود فرو رفته میشد. شهاب پرسید طوری شده؟ پریوش گفت امروز میخوام باهات صحبت کنم. شهاب گفت در مورد چی؟ پریوش گفت درباره خودم،
یه چیزایی هست که باید بدونی. شهاب گفت خب من سراپا گوشم. پریوش نفس عمیقی کشید و گفت قبل از اینکه تو پا به این دنیای من بذاری توی زندگی من خیلی چیزا بود. هنوزم هست. وقتی که 16 ساله بودم برای اولین بار و آخرین بار عاشق شدم. عاشق یه مرد بزرگ. میشناسیش؟ سیاوش. ما روزای خوش و قشنگی داشتیم. اما بیماری سیاوش همه چیزو به هم زد. وقتی فهمید که به سرطان خون مبتلا است از من دوری کرد. فقط به خاطر اینکه من ازش دلگیر بشم و یه راه دیگر رو برای زندگیم در پیش بگیرم. ولی حقیقت اینه که من روز به روز عاشق‌تر و شیفته‌تر می‌شدم. چند ماه پیش درست در همون روزایی که تو منو خواستگاری کرده بودی به من گفت قراره با دختری که اونم به سرطان خون مبتلا ازدواج کنه. این نقطه پایان آرزوهای من بود. فکر میکردم از این بعد میتونم به زندگی جدید فکر کنم و یه زندگی جدید داشته باشم بدون وجود سایه سیاوش. واسه همین به خواستگاری تو جواب مثبت دادم. اما متاسفانه اینطوری نشد. خیلی دست و پا زدم شهاب. همه سعیمو کردم اما نتونستم نسبت به تو توی درونم احساسی به وجود بیارم. شاید اگه تو توی یه شرایط دیگه از من خواستگاری میکردی احساس سعادت و خوشبختی میکردم. ولی حالا شرایط یه جور دیگه است. آدم وقتی دلش پیش یه نفر بند باشه اگه بهترین موجود دنیا هم بیاد سراغش نمیتونه جای اون دلدارو بگیره. من از 16 سالگی همیشه با فکر سیاوش زندگی کردم. حالا هم میدونم اگه از تو جدا بشم بازم نمیتونم باهاش ازدواج کنم چون اون با فریبا ازدواج میکنه. اما به خاطر تو و خودم مجبورم ازت بخوام که منو فراموش کنی. تو مرد خوبی هستی اما من قادر به تحمل این زندگی نیستم چون هیچ وقت نمیتونم وجود سیاوش رو توی زندگیم نادیده بگیرم. زندگی من داغون شده اما دوست ندارم تو هم به این روز دچار بشی. میفهمی شهاب؟ شهاب سر به زیر انداخته و در فکر فرو رفته بود. حدسش کاملا درست بود و از اونچه که میترسید بر سرش اومده بود. با این حال وضع پریوش رو درک میکرد. سردی و دل مردگی اون رو در این مدت به یاد آورد. بیقراریاش رو. حادثه شب نامزدی رو. حالا میفهمید که این ناراحتی به خاطر چی بوده. بیچاره پریوش توی این مدت چی کشیده بود. پریوش ادامه داد و گفت میدونم الان که این حرفا رو میشنوی چه حالی داری و چقدر عصبانی هستی اما من لازم میدونستم که این چیزها رو بهت بگم. من همسری نیستم که تو فکرت داری. شهاب سر بلند کرد و نفس عمیقی کشید و پرسید چرا این چیزها رو همون روز اول به من نگفتی؟ پریوش گفت فکر میکردم همه چی تموم شده. فکر میکردم میتونم به یه زندگی جدید فکر کنم و زندگی جدیدی رو شروع کنم. ولی نشد. به خدا همه تلاشمو کردم اما نشد. شهاب گفت تو میخوای قرار ازدواج رو به هم بزنیم؟ این جمله رو با ناامیدی ادا کرد. دیگه همه چیز رو پایان یافته تلقی میکرد. پریوش به علامت تایید سر تکون داد و گفت میدونم که خانواده تو خیلی ناراحت میشن. شهاب گفت اینطور نیست. اونا اگه حقیقت رو بفهمن تو رو درک میکنن. مادر من یه زن تحصیل کرده است. افکار جوانای امروزی رو خیلی خوب درک میکنه. وقتی تو رو توی دانشکده دیدم و ازت خوشم اومد اون با کمال میل پذیرفت که تو رو برام خواستگاری کنه. وقتی جواب رد شنید بازم دست از تلاش بر نداشت چون میدونست که من فقط تو رو میخوام. حال و روزم رو خیلی خوب درک میکرد. حالا هم مطمئنن میتونه احساس قلبی تو رو درک کنه. و بعد حلقش رو از دست خارج کرد و گفت از بابت سیاوش برات متاسفم. آرزو میکنم که در زندگی آیندت خوشبخت باشی. من هیچ وقت تو رو فراموش نمیکنم. پریوش شدیداً نسبت به اون احساس دلسوزی و ترحم میکرد. اما این راه تنها ترین و بهترین راهی بود که به عقلش میرسید. او هم حلقش رو از انگشتش بیرون کشید و پرسید از من دلگیری شهاب؟ متنفری ازم؟ شهاب گفت نه اینطوری نیست. تو حق داری. من کاملا شرایط موجود رو درک میکنم و حالتو میفهمم.
تو نباید خودتو مقصر بدونی. و بعد از جا بلند شد و پرسید میتونم برسونمت خونه؟ پریوش گفت متشکرم. در راه بازگشت به خونه هر دو ساکت بودن و در حالی کرنجار رفتن با افکارشون. وقتی شهاب در مقابل منزل منصور توقف کرد، پریوش پرسید معذرت میخوام شهاب، منو میبخشی؟ شهاب لبخندی زد و گفت احتیاجی به عذرخواهی نیست. طوری تربیت شده بود که آمادگی پذیرش هر گونه واقعیتی رو داشت. پریوش گفت از طرف من از خانوادت عذرخواهی کن. من از روی عمد دست به چنین کاری نزدم شهاب. دلم میخواد باور کنی که همه تلاشمو کردم. شهاب گفت باور میکنم پریوش. من هیچ وقت فراموشت نمیکنم. دورانی که با تو بودم از بهترین روزای زندگیم بود. اما تو سعی کن این روزا رو فراموش کنی و به زندگی خودت فکر کنی. امید نداشت پریوش جواب به محبتشو بده. اما اون با لحنی صمیمی گفت امیدوارم خوشبخت باشی. پریوش گفت منم امیدوارم تو به آرزوات برسی. شهاب گفت متشکرم، خداحافظ. پریوش گفت خداحافظ. پریوش از اتومبیل پیاده شد و شهاب پس از مکسی کوتاه، در حالی که همه چیز براش تموم شده بود و حالا باید یه زندگی جدید رو شروع می کرد، حرکت کرد و رفت. پریوش نفس عمیقی کشید و زنگ در رو فشرد. احساس آرامش می کرد. خوشحال بود که شهاب واقعیت رو درک کرده و اون رو پذیرفته بود. خودش رو سنگ دل و بی‌رحم احساس می کرد. اما اون حقیقتاً به خاطر خوشبختی شهاب و آرامش خودش چاره جز این کار نداشت. وقتی وارد سالن شد، پریچهر و منصور در گوشه ای نشسته و در فکر بودن. جلوتر رفت و سلام کرد. هر دو پاسخش رو دادن. کمی نگران به نظر می رسید. پریوش کنارشون نشست. تصمیم داشت با اونها صحبت کنه. منصور به اون نگاه کرد و گفت سیاوش اینجا بود. عصبانی نبود، بلکه بسیار آروم و منطقی به نظر می رسید. پریوش سر به زیر انداخت و هیچی نگفت و پریچهر پرسید با شهاب صحبت کردی؟ پریوش به علامت تصدیق سر تکون داد. پریچهر گفت واقعیت رو قبول کرد؟ اون باز هم سر تکون داد. لحظه ی هر سه خاموش ماندن و بعد پریوش که چشماش پر از اشک شده بود سرشو بلند کرد و گفت از هر دوتون معذرت میخوام. من همیشه باعث رنجش و درد سر شما هستم. اصلا دلم نمیخواست اینطوری بشه. اما همه سعی تلاشم بیفایده بود. پریچهر نگاه مهربونش رو به اون دوخت و پرسید خیلی سختی کشیدی نه؟ پریوش سرش رو به شونه مادر فشرد و با صدای بلند گریه کرد. پریچهر اون رو نوازش کرد و گفت آروم باش دختر خوبم. من و منصور کاملا شرایط موجود رو درک میکنیم. بهت حق میدیم. دیگه غصه نخور. پریوش نگاه پرسپاسش رو به اون دو دخت و گفت متشکرم. من به غیر از شما کسی رو ندارم که بهش تکیه کنم. ممنونم که منو درک میکنین. احساس آرامش و آسودگی میکرد. بار بزرگی رو از روی دوشش برداشته و از بند اسارتی که روز گذشته در اون برای سیاوش حرف زده بود رها شده بود. هدف درستی برای آینده نداشت، اما عمیقا خوشحال بود که باز هم تنها میتونه به سیاوش فکر کنه و اون رو دوست داشته باشه. شهاب با خانوادش صحبت کرد و اونها هرچند دشوار، اما شرایط موجود رو درک کردن و اون رو پذیرفتن. حتی شهلا به دیدن پریوش رفت و پس از ابراز همدردی به اون گفت که اونها حق رو به اون میدن و احساسش رو درک میکنن. یک ماه از برهم زدن قرار ازدواجش با شهاب میگذشت. این روزها بسیار آرومتر از گذشته بود. اگرچه تا چند ماه دیگه سیاوش با فریبا ازدواج میکرد، با این حال پس از رفتن شهاب اون خودش رو بار دیگه به سیاوش نزدیک احساس میکرد. بار دیگه قلب اون و احساسش رو تنها از آن سیاوش و عشق اون میدونست. هرچند اون تا آخر عمر حاضر به پذیرفتن این عشق نمیشد. در طی این مدت تنها به درس و دانشگاه فکر کرده بود.
اما اون روز هم که در دانشکده درس نداشت، هوای فرح‌بخش و نشاط انگیز صبح باعث شد که پس از خوردن صبحانه خونه رو ترک کنه تا کمی توی خیابون‌های مجاور پیاده روی کنه. دوست نداشت درباره مسائل دیگه فکر کنه و به خودش فشار بیاره. پس از جریان شهاب که برای اون حکم یک حادثه ناگوار رو داشت، به یک استراحت روحی عمیق احتیاج داشت. به همین دلیل درباره این جریانات نمی اندیشید. تقریبا هر دو سه روز یک بار سیاوش رو می دید، اما هیچ کدوم راجع به این موضوع حرف نمی زدن. بیشتر درباره موضوعاتی مثل درس های دانشگاهیشون، سوارکاری با اسکیت و کوهنوردی صحبت می کردن و هیچ کدوم تمایل نداشتن که از این حد تجاوز کنن و پای مسئله دیگه ای رو به میون بکشن. هر دو از این آرامش نسبی راضی به نظر می رسیدن و قانع بودن. به خصوص پریوش که با وجود فریبا در زندگی سیاوش اجازه صحبت درباره آینده و احساس قلبیشون رو به خودش نمی داد. خیابون اول رو پیاده طی کرد. حالا که به منزل عمو مسعود وارد شده بود، باید سری هم به سیاوش و پریمهر می زد. اما فعلا شوق قدم زدن وجودش رو فرا گرفته بود و این کار رو به ساعتی بعد منکول کرد. داشت از خیابون‌های تقریبا خلوت می‌گذشت که ناگهان اتومبیلی با سرعت بسیار از مقابلش گذشت و چند متر اون طرف‌تر متوقف شد. اگه سری نجنبیده بود، بدون شک با اتومبیل تصادف می‌کرد. نگاهش رو به سوی راننده خاطی چرخوند که در حال خروج از اتومبیل بود. اما خیلی زود راننده و اتومبیلش رو شناخت. سیاوش بود که به سمتش می‌دوید. سخت هیجان زده شد و وحشت کرده بود. وقتی به پریوش رسید، نفس عمیقی کشید و گفت: فکر کردم کشتمت. بعد به چهره مبهوت و وحشت زده اون چشم دوخت و پرسید: حالت خوبه؟ طوری نشده؟ پریوش قادر به حرف زدن نبود. زبونش بند اومده بود. صدای تپش قلب سیاوش به وضوح شنیده می شد. سرش رو به علامت منفی تکون داد و در حالی که به شدت ترسیده بود به گریه افتاد. سیاوش گفت: معذرت میخوام پریوش، خدا رو شکر که تورید نشده. یه لحظه قلبم از حرکت وایستاد. آخه اگه اتفاقی برات افتاده بود من چی کار میکردم؟ آروم باش پریوش، هیچی نشده. و بعد همونطور که اون رو به سوی اتومبیلش میبرد، چند بار زیر لب زمزمه کرد و گفت: خدا رو شکر، خدا رو شکر. وقتی در اتومبیلش قرار گرفتن، سیاوش بار دیگه پرسید: حالت خوبه پریوش؟ پریوش به علامت تصدیق سر تکون داد و گفت: خوبم. سیاوش برای لحظه ای چشمهاشو بست و گفت: خدایا ممنونم که به من رحم کردی. اگه طوری میشد هیچ وقت خودمو نمیبخشیدم. پریوش که نسبت به دقایق قبل آروم تر شده بود، با مشاهده این ناراحتی سیاوش لبخند زد و گفت: حالم خوبه سیاوش، خودتو ناراحت نکن. سیاوش آشفته بود و حال و روز خوشی نداشت. پریوش وقتی اون رو سیاه پوش دید، با نگرانی پرسید: اتفاقی افتاده سیاوش؟ جایی میخواستی بری چرا لباس سیاه پوشیدی؟ سیاوش در این لحظه تازه به یاد آورد که به چه منظوری از خونه خارج شده و عجلش به خاطر چی بود. شوکی که دقایقی پیش بر اون وارد شد همه چیز رو از یادش برده بود. حاله ای از غم صورتش رو فرا گرفت. پریوش دوباره و این بار با بیقراری بیشتری پرسید و گفت: چی شده سیاوش، تو چته؟ سیاوش نگاه غمگینش رو به اون دوخت و با صدایی گرفته گفت: فریبا دیشب تو بیمارستان فوت کرد. داشتم میرفتم برای تشییع جنازه. پریوش با وحشت و ناباوری به سیاوش نگاه کرد. اما با خوندن غمی بزرگ در چشمان اون و تردیدش از بین رفت. متأثر از ناراحتی اون گفت: متأسفم سیاوش، واقعا متأسفم. درک حال اون براش مشکل نبود. اون دو قرار بود با هم ازدواج کنن و سیاوش بی نهایت دوستش داشت. اگرچه حقیقت جز این بود، اما پریوش همیشه این گونه فکر میکرد. سیاوش گفت: همیشه به زندگی امیدوار بود. هیچ وقت به مرگ فکر نمیکرد. پریوش گفت: تسلیت میگم، متاسفم. سیاوش گفت: متشکرم. و بعد پرسید: تو هم با من میای؟
پریوش گفت اشکالی نداره؟ سیاوش به علامت منفی سر تکون داد و گفت بین اونا احساس غربت میکنم، بهتره تو هم باشی.